کشوری است پیشرفته و مجهز با همه امکانات و آسمانخراش های بلند جهان، اما تا هنوز هم سنت های گذشته خود را حفظ کردند. ماه رمضان است و افطار هر شب با شلیک یک توپ در محدوده برج خلیفه آغاز می گردد. بعد از شلیک این توپ است که صدای اذان در مساجد بلند می شود و روزه‌داران به افطار می پردازند. بسیاری ها از جاهای مختلف به این منطقه در محدوده برج خلیفه می آیند تا شاهد شلیک توپ در وقت افطار باشند. بیشتر این مراجع کنندگان این فرهنگ را نیک توصیف می کنند و می گویند با توجه به پیشرفت ها سنت های گذشته می تواند تأثیر خوبی بر آیندگان داشته باشد. این بسیار خوب است که سنت های گذشته کشور خود را حفظ کنیم. اگر همه سنت های فرهنگی خود را همین گونه حفظ نماییم، این سبب می شود صدها سال این فرهنگ زنده بماند. از سوی هم تعدادی از افغان هایی که در دبی زندگی می کنند با یادآوری از گذشته می گویند که افغانستان در کنار داشتن سنت های خوب اجتماعی و فرهنگی، شلیک توپ را برای دههای متوالی نیز اجرا می نمود. اما با فراموش شدن این فرهنگ و دهها مورد دیگر، ما در واقع نمی توانیم گذشته نیک و با افتخار خود را در ذهن نسل‌های آینده زنده نگه داریم. متاسفانه در افغانستان نه حکومت و نه هم نخبگان جامعه کدام برنامه مشخص داشتند که تاریخ و فرهنگ افغانستان به نسل‌های آینده یا به نسل جوان بفهمانند. ما حتی بسیار ساده میتونیم ببینیم که ما یک لباس واحد نداریم، ما یک روش و رفتار واحد نداریم، رابطه نسل جوان با گذشته قطع شده. به باور بیشتر آگاهان، حفظ فرهنگ گذشتگان می تواند تأثیر مثبت روی آینده اطفال بگذارد و این وظیفه حکومت هاست تا آنچه را که در گذشته به عنوان فرهنگ خوب وجود داشت و فراموش شده است دوباره احیا نمایند.